نسخه مرمت شده فیلم غریبه و مه ساخته بهرام بیضایی 50 سال پس از اکران در ایران اینجا در لس آنجلس توسط کمپانی سینماتک آمریکا و با همکاری بنیاد غیرانتفاعی فرهنگ نمایش داده شد. فیلمی که 5 سال پیش از انقلاب 57 وقوع اون رو پیش بینی کرد. مرمت غریبه و مه از روی نگاتیو 35 میلیمتری با همکاری سینماتک بولونیا و تحت نظارت بهرام بیضایی صورت گرفت. کیفیت بالای نسخه تازه منجر به بازیابی و کشف وجوه هنرمندانه این فیلم شده. فیلمی که پس از دوره کوتاهی اکران در اردیبهشت سال 54 در سینما کاپری تهران دیگر در ایران به نمایش در نیامد. بازسازی این ترمیم این باعث میشه که دوباره منتقدین برن سراغش و راجبش نقد بنویسن. به نظر من دو تا فیلم بیضایی فیلم های شاخصش هستن، یکی رگبار و یکی هم غریبه و مه. بهرام بیضایی در نوشتاری برای نمایش نسخه ترمیم شده گفته است این فیلم برآمده از کابوس های آن زمان اوست. او نوشت انگار خطری را پیش بینی می کرد که شاید کسی متوجه آن نبود. این اتفاق آدمو به شک میندازه. بیژن جزنی در کتاب 30 ساله خودش تاریخ 30 ساله ایران توضیح داده بود که این روحانیت رو دست کم نگیرید، اینا به قدرت میرسن و باید حواسمون باشه که حمایت نکنیم ازشون. و خب بسیاری از روشنفکران داشتن کم کم این ترس رو احساس میکردن. از جمله این غریبه و مه از اسمش بگیرید بیایید جلو و بعد خود فیلمم که میبینید نمادهای زیادی وجود داره برای اینی که ما را متوجه یک غریبه هایی بکنه که آن سوی مه هستن و میان برای نابودی این سوی مه. روح اون زنده بیاد توه. تور اکران نسخه ترمیم شده ی غریبه و مه به دیگر شهرهای آمریکا نیز خواهد رفت. فیلمی که از سوی اسلامگرایان مردود و از سوی روشنفکران مبهم خوانده شد. کابوسی که به گفته بهرام بیضایی جان گرفته و نمایان بر همه جا مسلط شده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.